اینجاست. تو چی میدونی که بقیه نمیدونن؟ قرار بود که منو ببری پیش بچه. قرار بود من از اونجا بیام بیرون که اومدم. حالا اگه تو میخوای بچه تو ببینی باید حرف بزنی همین. آخه من نمیدونم حرف که... میزنی یا من پیادشم برم؟ سب کن محلقا. چند ماه از ازدواجم نگذشته بود که دیدم تو اومدی جلوی خونه با یه بچه کوچیک تو بغل. شنیدم که داشتی به باغبون اصرار میکردی. میفهمیدم که همه دارن تو رو از من دور نگه میدارن. رفتم پیش نگهدار. میخواستم تتوی قضیه رو در بیارم. میخواستم بفهمم تو کی؟ با شوهر من چی کار داری؟ وقتی فهمیدم اون بچه‌ای که بغلت بچه منصوره، خیلی به هم ریختم. اون موقع منصور ایران نبود، ازش متنفر شده بودم. اصلا حوصله خودم هم نداشتم. فکر میکردم که با شخصیتم بازی شده. رفتم خونه مادرم، با هیچ کس هم حرف نزدم غیر از برادرم، چون اون دوست صمیمی منصور بود. فکر میکردم که میتونه کمکم کنه. یعنی میخوای بگی همه این بلاها رو تو داداشت سر من آوردی؟ نه، برادرم میگفت فکر کن این زن و بچه رو هیچ وقت ندیدی. میگفت خانواده منصور که نمیذارن کنار این زن قرار بگیره، برای بچهش هم شناسنامه نمیگیرن. گفت یه پول گندهی بهش میدیم بره یه وری راحت زندگی کنه. به جان مینو، من از زندان رفتن و گرفتن بچه تو اینا خبر نداشتم. اصلا نمیدونستم این همه بلا سر تو بردن. تا قبل اینکه اون نامه رو بخونم همیشه فکر میکردم که یه کناری داری راحت بچه تو بزرگ میکنم. چی شد؟ محلقا؟ محلقا جا؟ چی شد؟ چی داری میری؟ محلقا؟ ده سال نفرینش کردم. تو این ده سال هزار بار ازش انتقام گرفتم. ده سال اسم منصور افشار رو که شنیدم خونم به جوش اومد. تو چه میدونی از حال من؟ تو هیچی از من نمیدونی. یه شب بچه تو ندیدی، ببین حالتو. من 10 سال شب و روز بهش فکر کردم، به اینکه چی میخوره، چی میپوشه، کجا میخوابه. به دویدنش فکر کردم، به راه رفتنش فکر کردم، به همه چیش فکر کردم. با خودم میگفتم منصور در حق من بدی کرده، باشه اشکالی نداره، من غریبم، من 7 پشت غریبم. ولی سهراب که دیگه از خون خودشه، سهراب که بچهشه، اونو تو ناز و نعمت بزرگ میکنه. همین برام بس. بله آقا جان، به خدا من و منصور از هیچ خبر نداشتیم. تو مینو رو به ما برگردون، من قول میدم که همه اینا رو گفتی که برسی به اینجا؟ نه به جان مینو. ببین، فقط یه نفر میدونه که بچت کجاست، اونا برادر منه. فقط هم یه نفر میتونه از برادرم حرف بکشه، اونم منم. من خودم مقصر میدونم، میخوام جبران کنم. جبران کنی؟ تو میتونی 10 سال عمر رفته ای منو به من برگردونی؟ نمیتونم.
حداقل میتونم کمکت کنم. به جان مینو، همینجور که بیتاب دیدن بچه‌مم، بیتاب سهرابم هستم. تو دست سهرابو تو دستت نذارم آروم نمیگیرم. تو میفهمم. 10 سال پیشم که سهرابم ازم گرفتن، حالم این حال تو بود. این مرغ سرکنده میدویدم این بر اون بر، اما از هر طرف که میرفتم میخوردم تو در دیوار. این الان تو بریم علقا از اون بر. محلقا عزیزم، آوازه باشم. من که جون به لب شدم. فرما تو خوش اومدی. اینو باز چی آوردی اینجا؟ فرما. موزه بلا باش، اینجا باری که نیفتی. مینو کجاست؟ این بر بیا، عجله نکن. میبینی از این بر. بیا از این بر. کجاست؟ اینجا. برو تو. کفشات در بیار، کفشات در بیار. بولو من پاشویش کردم، از این قرص تمام بهش دادم خورده. جانم خوبی؟ اینو واسه چی برداشتی آوردی اینجا؟ مگه قرار نبود ما خودمون بچه رو ببریم تحویل بدیم؟ اون من آورد. بالاخره سهرابو دیدی؟ ندیدی؟ بابا این مردی که میگفت که تو بچه تو دیدی ناراحت شدی پس افتادی که دروغ گفته. دروغ گفته؟ نامردو ببینا. مینو کم بود، مینا هم بهش اضافه شد. من واقعا موندم با چه عقلی این کارو کردی. مینا میخواست پیش مینو باشه، الانم هست. پیش مینو باشه یا پیش اونا؟ طرف خلافکاره، میفهمی؟ سابقه زندان داشته، آدم ربایی کرده. آدم ربایی. معلوم نیست با کی هم دستم. هم دست کیه؟ تو هم که مثل پلیسه داری حرف میزنی. مینا میگفت اون زن است و یکی هم مثل خودش. فقط تو میفهمی و مینا. به شما بود که الان مینا هیچ وقت بچهشو نمیدی. دیدم چه شاهکاری به خرج دادی. قبلا یه گروگان داشتیم، حالا شد دوتا. من چیکار میکردم؟ خب مینا ازم یه کاری خواست، منم کمکش کردم. لااقل قبلش به من احمق میگفتی چی تو مکلت میگذره. درست صحبت کنم؟ من درست صحبت کنم؟ خدا پدر منو بیامرزه، من که نبودم الان تو پاسکا بودی. خجالت نمیکشی جلوی منصور من اینجوری حرف میزنی؟ تو باید خجالت بکشی. بچه رو گذاشت تو باشی، رفتم پیش رشمان، گفتم آقا بچه تو ماشینه چی کارش کنم؟ گفت تو نمیخواد کاریش بکنی، سویچو بذار و برو. یعنی تو هیچ وقت سراغ بچه رو نگرفتی؟ مگه کسی جرأت داشت از ایرج خان چیزی بپرسه؟ خصوصا که به من گفته بود انگار کن که هیچ وقت محلقا رو در خونه ندیده، وگرنه من هنوزم اسم ایرج خان که بیاد چهار ستون بدنم میترسم. Thank you.
تو چطور دلت اومد همدست بشی با اون برادر نامرده این بلا رو سر این دختر بیچاره بیارین ها؟ بیا این پارچه خیس بذار رو سر بچه. دیگه به چی قسم بخورم که من روحم خبردار نبوده؟ روح اون برادر بی همه چیزت که خبردار بود؟ تا باش حرف نزنم هیچی نمیتونم بگم. بچه تب داره، باید ببرمش دکتر. من در رو قفل کردم، هیچ جا نمیتونی بری. داره تو تب میسوزه. این بچه نازک نارنجیه، براتون درد سر درست میکنه. یعنی شما الان بری بیرون واسه ما بی درد سره؟ به محض اینکه پاتو با بچه از اینجا بذاری بیرون، پلیسا سرمون عوارن. برای شوهرم رضایت میدم. میگیم سوء تفاهم شده. چرا ما باید به تو اعتماد کنیم؟ قول میدم که براتون درد سر درست نمیکنم. یعنی تو فکر میکنی اگه داداشت ببینه که تو دخترت صحیح و سالم از اینجا رفتیم بیرون بهت میگه که چه بلایی سر بچه من آورده؟ همیشه آرزوم بود وقتی آزاد شدم کاری کنم که بچه‌م راحت زندگی کنه. اصلا باورم نمیشد که وقتی آزاد شدم آرزوم بشه این که فقط یه بار ببینمش. همه این کارا رو واسه دیدنش کردم. والا نه من آدم دزدم، نه بد کسی رو میخوام، نه اصلا مال این حرفا. این تنها راهی بوده که واسه دیدنش به عقلم میرسید. همین این آدم هم پاسوز من شده، واسه من افتاده تو دردسر. من اگه از اینجا برم بیرون بهت قول میدم که مستقیم میرم سراغ برادرم، ازش میپرسم چه بلایی سر بچت اومده. تو نفهمم هم دست از سرش برنمید، ولی اگه اینجا بمونم که کاری از دستم برنمید. نمیدونم، من که بهش اعتماد ندارم، خودت میدونی. دست در نکن. من اصلا مثل شما نگران نیستم، مطمئنم مینا از پس خودش برمیاد. اون زنم آدم بدی به نظر نمیومد. منم مطمئنم. میدونی چی فکرمو مشغول کرده؟ من یه ظلم کوچیک کردم. کوچیک که میگم در مقابل بلاهایی که سر محلقا اومده. الان یقمو گرفته، دارم تمامانشو پس میدم. نگران اون کسی هم که این همه بلا سرش آورده. اون چجوری میخوان تمامان پس بده؟ مگه میدونی کاری کی بوده؟ باش نمیدونستم. چی شد؟ اینو چی شد؟ تا بچهش رو نبینه مینو پیششون میمونه. خانم ما دشمن شما نیستیم که اینطور جواب سرباله میدین. شوخی نیست، گروگانگیریه. وقتی چشام بسته بود چطوری میدیدم کجا بردنم؟ یعنی میخوام بگیم وقتی اون زن از بیمارستان فرار کرد، اونم با اون مشکل قلبی که داشت، بعدش به راحتی تونست چشم شما رو ببنده. آره خودم چشامو بستم. اگه این کارو نمیکردم نمیبرد دخترم رو ببینم. هر کاری بود کردم. فقط بخواد دیگه بتونم یه دقیقه بچه رو ببینم. اونجا چی؟ چشماتون که باز بود، تونستید ببینید. چند نفر بودن؟ مخفیگاهشون چه شکلی بود؟ چه میدونم؟ یه اتاق بود. همون اتاقی که مینو توش بود. قدیمی بود ولی تمیز بود. غذا هم براش گذاشته بودم. فقط هم محلقا بود. ببینید جناب سروان، من خودم بیشتر از شما نگران دخترمم، ولی از حرفای من به جایی نمیرسید.
به یه جای دیگه دنبالش بگردیم. فقط دخترمو به من برگردونید. ما کارمونو بلدیم خانم. بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنید. بهتون قول میدم پیداش میکنیم. هم بچه رو، هم بچه دوستو. بسیار خوب. فعلا تهران خارج نشید. در ضمن اگه احیانا یادتون اومد که از لای اون چشمن چیزی رو دیدید حتما به ما بگید. فعلا. تو اینجا چی کار میکنی؟ کجا داری میری نصف شبی؟ یعنی چی؟ داری میری پیش نگهدار؟ که باز نقشه بکشید محلقه رو گم و گور کنی داره؟ این برای من عده آدمایی از همجه بیخبر در نیار باشه؟ خبر من جعلی بوده، جاهلش هم تو بودی، پس تو عده در نیار. چی بهت گفتن اینجوری اومدی یقه من بگیری ها؟ من قد تو میدونستم. من تازه فهمیدم اون نگهدار بی همه چیز چه بلایی سر اون دختره آورده. شاهرخ بر من قصه نباف، بس هر چی شنیدم. قصه کدومه؟ میگم من تو این 10 سال بیخبر بودم. من تازه از جریان وقتی مطلع شدم که با منصور رفتم دم خونه نگهدار. امین بسه، هر کاری که با محلقا داری به خودت مربوطه، ولی الان پای بچه من وسطه. هرچی میگم با ظرف خودش میزنه. من حوصله بازی ندارم. بفهم. میفهمم، فقط نمیدونم چطوری میتونم به بچهت کمک کنم. تو بفهم. با پسر محلقا چیکار کردی ها؟ زنده است؟ کجاست؟ چی داری میگی مینا؟ از کجا باید بدونم؟ چرا نمیفهمی؟ من اگه مینو رو بخوام باید یه ردی نشونی از سهراب بهش بدم. محلقا فرق کرده با اون دختر 10 سال پیشی که تو میشناختی. زندون رفته، حبس کشیده. اگه سهراب رو بشندم میزنه به سیم آخر. اون وقت هر کاری از دستش برمیاد، هر کاری. بهش قول دادم که کمکش میکنی. چی گفتی؟ تو برای چی در مورد من باهاش صحبت کردی ها؟ میگم بهش چی گفتی؟ همون چیزی که باید میگفتم. بهش گفتم که از پسرش خبر داری. تو خیلی بیخود کردی. مگه تو دیوونه ای؟ هنوز دیوونگیمو ندیدی. یه دقیقه وایسا مینا. با تو هم. مینا یه دقیقه وایسا. من که با تو حرف نمیزنم. یه دقیقه باشه ببینم. آها، پس یه چیزایی میدونی. علکی شلوغش نکن. من هر کاری کردم به خاطر تو بوده. خودت هم اینو خوب میدونی. الان منصور این قصه رو بفهمه زندگی جفتمون به فناست. براش هم فرقی نمیکنه چقدر این داستانو میدونستیم. ببین، تا زمانی که بچه من گوشه اون سگدونی داره از تب میسوزه و نیستم که یه لیوان آب دستش بدم، هیچی برام مهم نیست. تو نباید اسم منو بشه محلقا میآوردی. مجبور بودی. مجبور نبودی، میخواستی گناه خودتو بشوری بره. نمیدونستم برادر عزیزم این همه کار از دستش بره. من مسئول بدبختیه که سر اون زن اومده نیستم. نمیدونی پسرش کجاست؟ نه خیلی نمیدونم، نگهدار میدونه. چرا نمیری از اون بپرسی؟ 10 سال پیش اونی که به من گفت پول میدم این دختره رو میفرستم بره نگهدار نبود، تو بودی. اگه این زنه بره پیش منصور قصه رو بگه چی کار کنم؟ باش حرف میزنم که چیزی نگه، اون فقط بچهشو میخواد. میگه فکر کردی منصور به خاطر بچهش تو رو میبخشه که بچه تویی؟ دروغ میگم.
ای نداره، یه زنگ بهش بزن بگو بیاد یه گوری میخوام با صحبت کنم. شمارهشو ندارم. شمارهشو نداری؟ منم نمیتونم کمکش کنم. وایستا ببینم. مگه دیوونه است بیاد تو رو ببینه؟ برای چه همین ها؟ مگه من چیکار کردم؟ به چه زبونی بهت بگم؟ من وقتی از قضیه باخبر شدم که طرف افتاده بود زندان، الانم میگم چشمش کمک میکنم. باشه. فقط باید خیال منو جمع کنی که منصور از قضیه باخبر نمیشه. گفتم که شمارهشو ندارم، خودش قراره فردا زنگ بزنه. حالا هرچی. من به خاطر مینو هم که شده هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. فقط باید شرایط یه جوری باشه که آب از آب تکون نخوره. انگار نه انگار محلقایی رفته، محلقایی اومده. خیلی خوب. فردا زنگ زد بهش میگم. رازشم میکنم بیا تو رو ببینه. فقط خودم هم میام. خودت هم میای؟ مگه با تبهکار طرفی؟ مگه تبهکارا چه شکلی هست؟ دست درد نکنم. سلام عاطفه جون، حسابی به زحمت دادم. مامان کجا بودی؟ سلام تو مادر قشنگ. مامان عاطفه جون بریم گوی کاشتن رو یاد داد. بریم بریم. تبش اومده پایین؟ آره از دیشب تبش اومده پایین. خب خدا رو شکر تو معجزه میکنی عاطفه جان. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله مامانی. اینا رو بگی ببین چی برات آوردن. ببین ببین عروسک تو آوردن عزیزم. لباسات فقط همینا رو تونستم بیارم. کجا اینا؟ حالش خوبه؟ چی بگم والا؟ کسی گوش نمیدی همین بلاها سرت میاد. خود رأی. چقدر بهت گفتم بریم بیمارستان محلقا؟ بله که سلام، خدا رو شکر تب دخترت بند اومد. میبردم به بیمارستان خصوصی، هیچ کس هم باهات هیچ کاری نداشت. نشناختی اینو؟ مرغش یه پا داره. با چه فرقی میکنی؟ بیمارستان بیمارستانه دیگه. من هر جا برم یه لشکر پلیس دورم میکنه. این دختره عاطفه پرستاره مثلا؟ هر رو عبر تشخیص نمیده. نگاه کن یه سروم نتونست وز کنه. اون پرستار بچه است. خب بالاخره پرستاره دیگه. این که رگش گنده تر از دست بچه است، راحت تر از سرومش. من چیزیم نیست، فقط یه ذره بیحالم که اگه خبر خوش بشنوم حالا میاد سر جاش. قبول کرده که ببرتت پیش پسرت. فقط میخواد قبلش باهات حرف بزنه. حضوری آخه چه حرفی داره با اون مردی که؟ خیلی خوب بابا، من که چیزی نگفتم اینطوری چه اشقوره میری. میخواد مطمئن بشه که به منصور چیزی نمیگی. زکی آقا زندگی مردم رو خراب کرده، سیاه کرده، بعدم میخواد راحت و بی درد سر قصر در بره. آره فقط اونه که میدونه سهراب کجاست. نکنه مهر خواهریت زده بالا، دستتو گذاشتی رو دست داداشت، بخوای از شر ما خلاص بشی ها؟ اگه میخواستم این کارو بکنم که انقدر خودمو تو درد سر نمینداختم، با پلیس و خانواده و همه کس و کارم درگیر نمیشدم برای اینکه شما رو بیارم یه جای امن. خب چی کار کنم؟ هر کاری کردم حرف نزد، حتی تهدیدش کردم. این حرفا رو بذار کنار. شما کلا قرار بوده یه کار بکنی که اونم 10 دقیقه بهونه میتراشی. اگه ما رو آورده اینجا ما از خاطر دخترت بوده، پس منت سر کسی نذار. انقریبه که اون روی من بالا بیاد. بس دیگه سویل، صداتو بیار پایین. دخترش تو حیاط نشسته میشنوه. ببین منو، ریش و قیچی دست خودت.
هر جا بگی میام، هر قولی بخوای میدم. فقط تو یه قول به من بده، مطمئنم کن که برادرت منو میبره پیش سهراب. دیوونه شدی؟ میخوای با پای خودت بری تو دهنشی؟ آره دیوونه شدم سهیلا، ولم کن. من خودم باش میرم، تا من هستم یه تار مو از سر محلقا کم نمیشه. زکی الان تو فکر بهتری داری؟ راهی به نظرت میرسه که به ما بگی؟ امروز بعد از ظهر بهتون زنگ میزنم به تلفن خونه، حواستون رو جمع کن. بیا اینجا، بیا بشین. یه جوری قرار رو بچین که بعدش پیش سهرابم باشم. باشه؟ الو شاهرو، باهی صحبت کردم، قرار شد ببینم. چه؟ کجا؟ فردا طور با هم میریم، ولی قبلش با حرف دارم. باشه. کجا بودی تا حالا موبایلت هم جواب نمیدی؟ دستم بند بود. نمیگم بند چی بود نه؟ نمیگه کجا گیر کرده بودی نه؟ وایسا دارم حرف میزنم ها. مینو حالش خوبه، من ازش خبر دارم. بازم دیدیش؟ یعنی تو الان اونجا بودی؟ با محلقا حرف زدم، دارم رازش میکنم که مینو رو بدون درد سر برگردونه. به چه بهونه ای راضی بشه؟ بهونه لازم نیست، باید با واقعیت کنار بیاد. اصلا محالی همچی چیزی، امکان نداره اون باور کنه که ما از بچهش میخبریم. امکان نداره این باورش بشه. باور میکنه. تو به من مهلت بده. میخوام برم اداره پلیس. میخوام برم اونجا خودم رو معرفی کنم، بگم هرچی بلا تو این سالا سر محلقه اومده که من روحم هم خبر نداشته، ولی گردم میگیرم. شاید اینجوری یه طوری بشه دلش آروم بگیره، تموم کنه این کابوسو. منصور خواهش میکنم، فقط یه روز بزن برم شانسم رو امتحان کنم. چرا گوش نمیدی چی میگم مینا؟ میگم آدمی که تا تهش رفته کوتاه نمیاد. نمیدونم به چی امیدواری. نمیخوام بیشتر از این درد سر درست بشه. نمیخوام اون گذشته یه لعنتی بیشتر از این گند بزنه به زندگی. خواهش میکنم فقط یه روز، اگر نشود هر کاری که صلاح انجام بده. سلام، کجا باید بریم؟ مستقیم. از سهراب خبری نشد؟ منتظر تلفن نگه دارم. درتون من رو بردم برای شما.
این چطوره محلقا جون؟ ببینم. آها این عالیه، شاد، شنگول، با کلاس. پاشو بپوش بریم دیش. خوبه ولی فکر کنم اون تیره بهتره. چرا تیره؟ دلم نمیخواد فکر کنه مادرش سبکه. سبک چیه عزیز من؟ شاده، شادی بده؟ فکر کنم اون تیره بهتر. عاطفه جان رو داره. خیلی خوب بابا جان، تو که مرغدیه مادر، همش سیاه بپوش. پاشو پاشو. نگاه یه بچه بچه میدونه سبک سنگینی چیه. حالا بعد از این همه مدت میخوای بری بچه تو ببینی یه لبخند بزن. بیا عزیز من. اینو بده من. آها، اصلا انگار خیاط باشی اینو رو تنه تو بریده و دوخته. به به، خودتو تو آینه ببین. اینم روشن تو خوبه. میگم انگار یه ذره رنگ و روم ناجوره. آره من الان یه چیزی واسه میارم که تو رو از این رو به اون رو بکنه. عاطفه از این بزک دوزک داره چیزی داری؟ آره ببینم. این چیه؟ اینم این؟ آره خیلی. آه عطر چی؟ آها چقدر خوشبو. ببینمت. وای خیلی ماه شدی. ماشالله ماشالله. بذار یکم عطرم بهت بزنم. آها سهراب چه مامانی داره. سهیلا زیر چشم گود افتاده. نه به نظر من که خیلی هم خوبی. مگه میخوای بری عروسی؟ تازه به نظر من اگه بچه‌ت بفهمه که مادرش این همه مدت از دوری اونه که اینجور غصه داره بهتر. کجاش بهتره؟ بچه‌م مگه چند سالشه؟ زوده بفهم قصه چیه. تو مثل که فقط میخوایی از من سوال کنی من رو ضایع کنی ها؟ بفرما. این چیه؟ این ماتیک. به مال به خودت یه ذره خوب بشی. چقدر خوشگل شدی. ببین اینا رو بگیر. من دیرم شده. کیفم کجاست؟ کیفت رو تلویزیونه. بری. تو کجا؟ من میام عقب‌تر بنویسم. وای سهیلا تو رو خدا نکن این کارا رو. من با اونا قرار دارم تنها برم. تو واسه چی راه افتادی؟ عزیز من میام اونجا کشیک میدم اون دور و برام میپلکم تا کارتو تموم شه. چرا تو اینقدر یه دنده؟ بی خود جر نکن. به هر ذات عباس میزنم به اون سیم آخرا. بریم دیر شد. چی شد بله آقا؟ حالت بده؟ تو به مریم بده کجا درد میکنی؟ بشین بیا بریم یه جایی بگی بشین. نمیتونیم بریم الان. حالت بده؟ تو رو خدا لجبازی نکن. بیا بریم استراحت کن. بریم سهیلا. ای بابا چی کار کنم از دست این؟ صبر کن اینقدر عجله نکن. دستتو بده من. فکر کنم منصرف شده. هنوز 10 دقیقه هم نگذشته. یه تماس باش بگیر ببین کجاست. میگم شمارهشو ندارم. مگه قرار نبود نگهدار زنگ بزنه؟ قبر پدر منو نگهدار با هم. الو معلومه کجایی؟ چرا خبر نمیدی؟ ببخشید آقا داستان داشت. تو همین الان پیجور بودم. خیلی خوب. نتیجه بهتون خبر میدم آقا. فقط ازتون وقت میخوام. ببین نگهدار به ارباح خواجه آقا. وای با حالت بخوای بازی در بیاری. شنفتی که مرتفتم. فقط نیم ساعت دیگه مهلت میدم. باشه ببینم نیم ساعتت میشه 40 دقیقه یا نه. درد نخور. بچگیامون دلنازکتر بودی. باورم نمیشه الان این شدی. بچگیامون تو هم فرق داشتی. عقل تو کلت بود. شعور داشتی. کدوم عقل و شعوری راضی میشه که با یه زن بدبخت و بیکس و کار همچین کاری بکنه؟ شو زن بدبخت و بیکس و کار؟ اینی که داری میگی زن شوهرت ها؟ رو تا حق با منه. مقصر منم که هر کاری میکنم به خاطر خواهرمه. تو میدونی از بچه گزت کتک خوردم که دست روت بلند نکردم. چیه مینا؟ تنها گناه من این بوده. پول دادم نگهدار بده محلقا که دکش کنه. من بعد از 3 سال فهمیدم چی اومده به سرم. نگهدارم از ترس اینکه مبادا من بفهمم از کار بیکارش کنم و پولا رو پس نده تمام این مدت بهم دروغ گفته. همین ببین نگهدار بدون اجازه تو آبم نمیخوره. فکر کردی من بچه‌ام؟ رو در تو میکنم که روسیایی بمونه به زغال. حرف تو پس میگیری مطمئن باش. چی شد پس نمیاد؟ ممنون آقا.
ترسی منو ول کن سهیلا، زیر بغلمو گرفتی میگم من علیلا. نه خیر، پس پهلوونه. تازه پولو کردم فنر تو رگت. اون فنر منو علیلم نکرد، ولی فشار دست گنده تو علیلم میکنه. ولم کن. الهی این سهراب یکی باشه فوتوکپی خودت که بفهمی چه جوری خون به جگر آدم میکنه. الهی مامانش قربونش بشه. بله آقا. اگه غیر از مینا و اون داداشو بیام چیزش کسی دیگه اومده بود در جلو رو میشتفی؟ سی بار میگی یه چیزی و سهیلا فهمیدم دیگه، دیوونم کردی. خب من سی بار میگم که تو یه بار بگی چشم. خب بگو چشم دیگه سرته. این همون فرقاره هست. اون برش منتظر منم. ببین تو هم اینجا بمون، میخوای بشین یا چرخی بزن حوصله‌ات سر نره. نمیخوام سرش بیفتم. باید تنها برم سهیلا، بفهمین و نمیخوام بهانه بدم دستشون. سهیلا دیشب مثل شبای من فال گرفتم. نمیخوای بپرسی چی اومده؟ نه، فال تو اونجاست زنده، برو ببینش. دیوونه ای تو. خدا برو بچه تو بیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله هو لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض بلو یعود و حفظ هما و هوا العلی العظیم. پسرم چی شد؟ ببخشید پای من جلو بود، آسیب دیدی ها؟ زانو توری نشد، دستت آسیب ندید ها؟ توری نشد. وای همه این تیله ها ریخت، تیله جمع میکنی چقدر قشنگه اینا. ببینم اون برم هست، بذار تو اینا رو بردار من اونا رو جمع میکنم. پسرم وای چه تیله های قشنگی. Thank you.
هوای شهر دلگیر.